پرستش خاص توست ای اهورا که پاینده هستی و بهره دهنده. ستایش خاص توست چرا که آسمان پهن پیکر را از برای فرخندگی و زیبایی بر فراز جسم و جان ما آفریدی. رضا ابراهیمی هستم از کانال یوتیوب کالج باستانی. دوستانی گرامی، پرسش بسیار پرکاربود دوستان بحث سنگ هست. دوستان سنگ هایی رو ارسال میکنن، معمولا عکس سنگ هایی رو میفرستند و عنوان میکنن که این سنگ من شهاب سنگ و من باید این سنگم رو کجا بفروشم. ببینید، شهاب سنگ چیزی نیست که به این سادگی که شما فکرش رو میکنید در روی پوسته زمین به دست بیاد. و معمولا اکثر افرادی که سوال میکنن که این شهاب سنگ من چند میارزه و قیمت این شهاب سنگ من چقدره، کاملا مشخص هست که این دوست عزیزمون به هیچ عنوان آگاهی و دانشی راجع به شهاب سنگ نداره و حتی یک خط کتاب راجع به شهاب سنگ هم نخونده. خب از این شخص چه انتظاری میشه داشت؟ ببینید دوست عزیز، شما یک سنگی داری به این شکل و این سنگی که داری رو میری در گوگل سرچ میکنی و یک شهاب سنگ دقیقا با همین مشخصات پیدا میکنی و میای میگی که این سنگ من شهاب هست، شهاب فلان هست، چند گرم وزنشه، قیمتش چیه. صرفا دوستان گرامی، بیاین خیلی رک باشیم با هم دیگه، خیلی بی پرده صحبت بکنیم تا همه زوایا مشخص بشه، زوایای پنهان. از 100 نفر افرادی که به دنبال سنگ هستن، 99 نفر به دنبال این هستن که این سنگ رو تبدیل به ریال بکنن و به نوعی میخوان این سنگ رو به پول تبدیل بکنن تا به زخم زندگی بزنن و هیچ موردی هم نداره. بسیار هم عالی، سنگ موردی هست که منع قانونی نداره و به راحتی میشه فروختش و خیلی هم خوبه که دوستانی که کاوشگر هستن بتونن سنگ هایی رو پیدا بکنن که اون سنگ شهاب سنگ باشه و بتونن بفروشن و به زخم زندگیشون بزنن. چقدر هم خوبه و من چقدر خوشحال میشم دوستانی که انقدر زیبا به این قضیه نگاه میکنن. اما دوست عزیز، ببینید وقتی شما سنگی رو داری و گوگل میکنی و سنگت رو با سنگ دیگه ای مقایسه میکنی و میگی دقیقا سنگ من همین هست و قیمتش چیه، ببینید این نشانه این هست که واقعا آگاهی و دانش کامل در رابطه با سنگ رو نداری و اصلا مطالعه نداری، کتاب نخوندی، صرفا در یک محیط سنگی رو پیدا کردی که اون سنگ با سایر سنگ‌های محیط متفاوت بوده و شما فکر میکنی که این شهاب سنگه. ببینید شهاب سنگ اصلا فلسفهش چی هست؟ ببینید ما جو زمین رو داریم و وقتی که هر چیزی میخواد از اون جو زمین عبور بکنه به این سادگی نیست که از جو زمین عبور بکنه. مثل این هست که من بخوام از این دیوار رد شم اونور، مگه من میتونم از این دیوار رد شم اون طرف؟ خب یک شرایط خاصی داره که این سنگ از جو زمین عبور میکنه و میفته پایین. باور بفرمایید داستانهایی رو برای من نوعی تعریف میکنن
که من فکر میکنم دوستان بنا رو بر این گذاشتن که اگر من نوعی میشینم حرفاشون رو گوش میکنم، من یک شخص بسیار بسیار ساده‌ای هستم که هیچ مطالعه‌ای ندارم، هیچ دانشی ندارم و باید بشینم داستانهای اونا رو باور بکنم. یکی از این داستانها چی هست؟ ببینید، فقط خواهش میکنم گوش بکنید دوستان عزیز. دوستی سنگی رو برای من فرستاده، میگه که من این رو کجا ببرم آزمایش؟ اکثر افراد همین سوال رو میکنن، من عکس میفرستن میگن سنگ دارم، این سنگ شهابه یا نه؟ دو حالت داره، سوال میکنن آیا شهاب هست یا خیر. خب عرض میکنم این سنگ رو بایستی ببرید یک لابراتوار، یک آزمایشگاه، این رو تست بکنه، آنالیز بکنه، مواد تشکیل دهنده این سنگ آنالیز بشه تا مشخص بشه مواد سازنده و تشکیل دهنده این سنگ زمینی هست، منشأ زمینی داره یا منشأ فرازمینی داره. در آنالیز کاملا مشخص میشه. خب اصرار بر این که شما این همه آگاهی داری، این همه دانش داری که اصلا ندارم، بگید کدوم سنگ من شهابه؟ مگه من علم غیب دارم؟ سنگ شما رو چجوری دست شماست با یک عکس من چجوری میتونم تشخیص بدم که این سنگ شهاب سنگ هست یا نه؟ بعد میاد داستان میگه. حالا داستانش چی هست؟ از این داستانها در طی روز فراوون دارم دوستان عزیز. یکی از دوستان اومده میگه که من چوپانم، من ارج مینهم به تمام دوستان با هر شغلی که دارن، ای کاش من هم یک چوپان بودم، اگر من چوپان بودم در دشت و کوه و بیابان چه لذتی می بردم. دوستانی که با گوسفند سر و کار دارن و در دل طبیعت هستن، دانش و آگاهیشون رو بالا ببرن. بهترین زمان، بهترین موقعیت هست برای دوستانی که در دشت و کوه و بیابانن و مشغول چرای دام. اونها میتونن سنگهای بسیار زیبایی رو پیدا بکنن، مناطق بسیار زیبا و بکر باستانی رو میتونن پیدا بکنن. در هر حال دوستی پیام فرستاده که من چوپانم و من دیدم سنگی از آسمان افتاد جلوی پای من و من دست زدم، داغ بود، آفتوبه‌ای همراهم داشتم، ریختم، آب ریختم رو این سنگ، سرد شد. اینم عکسش. این مال کدوم سیار است؟ شما جای من، این دوست عزیز منو چی فرض کرده؟ دوست دیگه ای عنوان کردن که من در کنار دریا بودم، یک سنگی از آسمون افتاد، یک متر جلوی پای من افتاد تو آب و این آب جلوی پای من حدود نیم متر آب بود، تا زانو رفته بودم تو آب، این آب جلوی من که سنگ افتاد درون آب، این آب قل زد، دستمو بردم تو آب برداشتم، این سنگ آسمانی من خودم با چشام دیدم افتاد. کجای این قابل باوره دوست عزیز؟ قربونت برم، قربون شکل ماهت. اگر قرار بر این هست که شما بخوای با داستان سرایی، اصلا من کی باشم که بخوای برای من داستان تعریف بکنید؟ یک سنگ، دوست گل من، یک سنگ داستان، اون شخصی که میخره داستان رو از شما نمیپذیره، اون شخص آنالیز این سنگ رو میخواد نه داستانش. اگر سنگی از جو زمین عبور بکنه با سرعتی که اون سنگ برابر نور میشه و به سطح زمین میرسه، این چند ده متر از سطح زمین میره داخل، این چطور افتاد جلو پات؟ تو آفتوبه برداشتی، آب ریخت روش، جز صدا کرد. دوست عزیز یه کمی بیاین برای همدیگه ارزش و حرمت قائل بشیم و دیگران رو سفیه و ساده و اسگل فرض نکنیم.
بیایم واقعیت ها رو بگیم. هر چقدر ما مطالب درست و راست رو به همدیگه انتقال بدیم چقدر شیرینه، چقدر خوبه. ببینید انواع اقسام این سنگ ها رو داریم. در هر حال من وارد مسئله دیگه بجز شهاب سنگ نمیشم، اما در بحث شهاب سنگ ببینید ما سنگ های مختلفی رو داریم و میخوایم متوجه بشیم که این سنگ ما شهاب هست یا نه. جدای از داستان هیچ خریداری با داستان شما کار نداره. قرار نیست شما داستان بگید و خریدار بیاد با داستانی که شما تعریف کردید سنگ شما رو بخره. راهکار اثبات این که شما ثابت بکنید این سنگ شما شهاب هست یا نه چیه؟ اولین راهکار در کشور ما همه زیر این آسمان آبی در کشورمون هستیم، اولین راهکار این است که شما این سنگ رو به یک دانشگاهی در مرکز استانتون ببرید. بهترین دانشگاه، دانشگاه خوارزمی تهران هست. شما بایستی سنگتون رو ببرید دانشگاه و در اون دانشگاه آنالیز بشه. اونجا مشخصه که این سنگ شما مواد تشکیل دهندهش زمینی هست یا فرازمینی. خب ما در برخی از استانها و شهرها آزمایشگاه هایی رو داریم که شما میتونید به اون آزمایشگاه ها مراجعه بکنید و سنگتون رو آنالیز بکنید. اما ببینید ما مشکلات فراوانی داریم. یکی از اون مشکلات این است که اگر مثلا من یک مؤسسه ای دارم، اون مؤسسه من صرفا تست سنگ هست، من برای این سنگ رو آنالیز میکنم، همه موارد رو مشخص میکنم، تقدیم شما میکنم، شما میرید یک مؤسسه ای بغل دست مؤسسه من، اون آنالیز سنگ من رو قبول نمی کنه و میگه من آقای ابراهیمی رو قبول ندارم، من آقای ایکس رو قبول ندارم. مجدداً اگر در کشور ما به تعداد ستارگان آسمان و به تعداد ریگ‌های ته رودخونه اگر ما مؤسسه آنالیز سنگ داشته باشیم، هیچ کدوم از اینها مؤسسه دیگه رو قبول نمی کنن. خب اینجا یعنی چی؟ یعنی شما بایستی یک گنجی رو پیدا بکنید و این گنج رو صرف آنالیز یک قطعه سنگتون در این کشور بکنید. اگر دو تا گنج هم پیدا بکنید باز هم شما به سرمنزل مقصود نخواهید رسید. خب حالا ما باید چه کار بکنیم؟ شما سنگی رو پیدا کردی، هر دانشگاهی میری، هر مؤسسه‌ای میری، هر لابراتواری میری، هر آزمایشگاهی میری، یک جواب به شما میدن. ببینید خیلی واضح بگم، اگر به دنبال این هستی که سنگت رو تبدیل به پول بکنی، کلن سنگت رو بذار کنار، ببوس بذار کنار، بهش فکر نکن. چرا؟ چون همون پولی که تای حسابت هست رو بابت آنالیز این سنگ باید بدی و این سنگ شما تبدیل به تومن و ریال نخواهد شد، تا چه برسه به دلار و یورو و پوند و فلان. خب این از این. راهکار واقعی چیه؟ راهکار واقعی این هست که شما شخصی رو خارج از کشور در اتحادیه اروپا داشته باشی، یک سنگی رو برای اون شخص بفرستی، به اون شخص اعتماد داشته باشی و اون شخص در اتحادیه اروپا سنگ شما رو ببره آنالیز و بعد از آنالیز بره شناسنامه GIA تهیه بکنه. اون شناسنامه است که از شما سنگ رو میخرن. سنگ بدون شناسنامه مثل یک ساختمون یا یک زمین بدون سند هست. وقتی شما سنگی تو دستتون هست، کسی خریدار به اون سنگ نگاه هم نمی کنه، میگه
شناسنامه میخوام. دوستان تفاوت بین شناسنامه و آنالیز رو نمیدونن. شناسنامه بایستی GIA باشه. اگه GIA نباشه کسی به سنگ شما نگاه نمیکنه. هزینه صدور شناسنامه GIA به این سادگی فراهم نمیشه برای من و شما. خب ما ایرانی های بسیار بسیار فهمیده، فرهیخته و متخصص داریم در خارج از کشور. ما اومدیم با اینها رایزنی کردیم که اگر افرادی اومدن سنگی رو دارن و این سنگشون رو در یک آزمایشگاه، دو آزمایشگاه در خدمتون عرض بشه که در دانشگاه‌های مختلف بردن آنالیز کردند و اونها بعد از آنالیز مشخص کردند که این سنگشون شهاب سنگ هست، با اون ایرانی که در خارج کشور هست صحبت، التماس، خواهش، تمنا که بیاین به عنوان یک هموطن یه گرهی رو از این هموطن داخل کشور باز بکنید. خب حالا بشنوید از اون طرف. دوستی سنگی رو داره، این سنگ آنالیز شده، این آنالیز رو میفرسته برای اون دوست ایرانیمون در خارج از کشور و اون این آنالیز رو نمیپذیره، میگه این آنالیز رو من قبول ندارم، یا این آنالیز اشتباه شده، یا عمدن چنین چیزی رو دادن، یا یک مبلغی رو گرفتن از شما و علمی نیست، دقیق نیست. خب بعدش فکر میکنید چه اتفاقی افتاده؟ این هموطنی که این سنگ رو فرستاده برای یک هموطن ما در خارج از کشور و اون عنوان میکنه که این سنگ شما شهاب نیست، این هموطن ما شروع میکنه به فوش از خواهر، برادر، پدر، مادر، عمه، دایی، زندایی، همسایه، قوم، قبیله، ایل، تبار، شروع میکنه به حتاکی و فحاشی. خب تهش کاملا مشخصه، اون دوست ایرانی ما برای میگه من برای هیچ ایرانی هیچ کاری انجام نمیدم. خب اینو گذاشتیم کنار، رفتیم با شخص دیگه ای صحبت کردیم. شخص اول دوستان گرامی در نروژ، شخص دوم در فرانسه. با این دوستمون صحبت کردیم، این دوستمون هم دقیقا بعد از یک هفته میگه من برای ایرانی کار نمی کنم. تمام شما حساب بفرمایید، از 100 نفری که من افراد رو فرستادم برای این دوستمون در فرانسه، عکسش رو فرستادم و آنالیزش رو فرستادم و یا این دو رو مستقیم کردم، این دوست عزیزمون در فرانسه میگن من برای ایرانی کار نمی کنم و تک تک اینها به من فوش میدن. من میخوام بگم این چه حکایتیه که اگر من نوعی کارم راه نیفته، اگر من نوعی یک واقعیتی رو بخواد یک نفر بخواد به من بگه، من چرا فوش بدم؟ یک آدم متشخص، منی که ایرانی هستم و داییه دار این هستم که کشور من متمدن هست، چرا من بیام فوش بدم؟ شما در همین اینستاگرام من نگاه بکنید، مطلبی رو میذارم، باور بفرمایید از 100 نفر 90 نفر دارن فوش میدن، حتاکی میکنن، فحاشی میکنن. خب این یعنی چی؟ اگر من اشتباهی کردم، خب میایی میگین آقای فلانی یک مگسی هست در کل این فضا دقیقا داره رو من میچرخه. در هر حال دوستان گرامی ببینید، اگر من یک اشتباهی کردم، آقا من گوشم درازه، دماغم بلنده، خداوند منو همینجوری آفریده دیگه، آقا من میدونم شبیه میمونم، من میدونم لکنت زبون دارم، من میدونم چشام کجه، همه اینا رو من میدونم دیگه، مسخره کردن من یعنی چی؟ من اومدم علمی دارم، یک تجربه‌ای دارم، اون تجربه رو میام به اشتراک میگذارم که من
اگر همچین چیزی رو داشتید یعنی چی؟ همین دیگه من علامه دهر نیستم، در زمینه خودم، در اون حیطه کاری خودم، در اون رشته تحصیلی که من دوست داشتم یا دوست نداشتم حرفی برای گفتن دارم و اون حرفم رو میام میگم، حالا یا با لکنت زبان یا شلوارم پارست، پیرنم پارست، ندارم. خب این دلیل نمیشه. یه شخصی اومده پیام داده که اگر شما متمولی پول داری این پشتت این چه کار میکنه؟ خب من ندارم، یک پشتی دارم. خب این پشتی که من دارم الان این میشه دلیل بر این که من نادارم، من فقیرم. آقا من فقیر، تخصصی دارم، علمی دارم و اون علمم حرفی برای گفتن دارم، اون حرفم رو میام میگم. دماغم درازه، گردنم درازه، چشم کجه، کچلم، دندون ندارم. اینها ارتباطی نداره، این شکل و شمایلی است که خداوند برای من همین رو گذاشته. شما هم به همین تیپ و قیافه و شکل و شمایل هستید. خیلی هم زیبا، منم خیلی زشت، از میمون هم زشتر. اما حتاکی چرا؟ فحاشی چرا؟ اگر من اومدم اینجا کلمه ای رو به شما گفتم، اون کلمه خدایی نکرده برداشتتون این بوده که من به شما توهین کردم، تعظیم ژاپنی میکنم. من هیچگاه به هیچ فردی توهین نکردم، به هیچ شخصی توهین نکردم. چرا؟ چون من سر سفره پدر مادرم بزرگ شدم. 53 سالمه، در سن 8 سالگی پدرمو از دست دادم. در اون سن پامو جلو پدرم دراز نکردم، به خونوادم بی احترامی نکردم و دوست ندارم بی احترامی بشنوم. حالا اگر شخصی اون ور آب هست و گفته آقا این سنگ شما شهاب سنگ نیست، دیگه چرا شما بری از پدر و مادر و خواهر و برادر و عمه و فامیل و ایل و تبارش همه رو بیاری جلو چشاش؟ من نمیدونم این چقدر کار زشتیه. یعنی زشتر از این ما نداریم. بیایم یک مقدار به خودمون بیایم. اگر قراره، ببینید شما یک تخصصی دارید، اون تخصص رو من ندارم. متاسفانه میگم یک مگس هست. در هر حال دوستان عزیز، این مگس کش گویا لازم شد. در هر حال اگر دوستی تخصصی داره و شما قرار اون از تخصص اون بهره مند بشید، خب چرا زبون خوش؟ میگن زبون خوش، با زبون خوش ما رو از تو سوراخ درار بیرون. با فحاشی و تهدید نمیشه کاری انجام داد. خب این از بحث سنگ. اما ببینید، ما در آزمایشگاه ها در سراسر کشور، شما هر نمونه سنگی رو ببرید آنالیز بکنه، 1 تومن، 2 تومن، 3 میلیون تا 15 میلیون تومن بابت هر نمونه از شما دریافت میکنن. حالا ما یه برنامه، یکی از دوستان لطف کردن یک برنامه رو برای ما فرستادن. این برنامه طوری هست که شما سنگی رو میفرستید، عکس سنگی رو میفرستید و با همون عکس سنگ شما آنالیز میشه، نوع سنگ شما مشخص میشه، کاربری سنگ شما مشخص میشه، فرمول سنگ شما مشخص میشه، همه اینها مشخص میشه. خب خیلی هم ارزون دوستان گرامی، هر نمونه سنگ 300,000 تومان. برخی از دوستان میان میگن که آقا من 100 نمونه سنگ دارم، من این 100 تا نمونه سنگ رو میفرستم خدمت شما، بین اینها رو آنالیز بکنید، 1/3 مال شما. یکی میاد میگه نصف نصف، یکی میاد میگه 2 سهم شما 1 سهم من، یکی میاد میگه 10 سهم من 1 سهم شما. ببینید من دنبال این مسائل نیستم، برای کار راه اندازی و برای این که شما سنگ رو تو جیبت نگذاری و از شهر خودت پاشی بری تهران،
دنبال آدرس بگردی و دانشگاه رو پیدا بکنی، یک مبلغی رو پرداخت بکنی تا این سنگ رو آنالیز بکنه، همون رو با ارسال یک عکس من خدمتتون عرض میکنم، آنالیز میکنم با 300,000 تومان. این مبلغی هم که میگیرم بابت این هست که بایستی به دلار شارژ بشه، یعنی از کیف پول مبلغ رو به دلار برای اون شرکت یا مؤسسه واریز میکنیم و 20 حق آنالیز 20 تا سنگ رو داری با یک مبلغ خاص. اون 20 تا که تموم شد مجدداً بایستی شارژ بشه تا 20 تا سنگ دیگر رو بتونی آنالیز بکنی. به نظر من بهترین راه و ارزونترین راه و مطمئنترین راه هست که شما بدونید این سنگ شما شهاب سنگ هست یا شهاب سنگ نیست. اما یک مطلب دیگه، برخی از دوستان بسیار متشخص و افرادی که از شأن اجتماعی بالایی برخوردارن، باب شده این روزها سکه های جعل رو، عکس سکه های جعل رو به من ارائه میدن که من از این 10 تا 100 تا 1,000 تا دارم، دونه چند میخری؟ وقتی نگاه میکنیم یعنی همه اینها جعله. با طرف صحبت میکنیم میگه این متعلق به من نیست، شخصی 2 تا 3 تا به من داده، گفته اینها رو بفروش. حواستون باشه، افراد جاهل خودشون نمیان، خود گیر نمیندازن خودشون رو، میان یک سکه ای رو به شما میدن و میگن این سکه رو ببر بفروش، یک مبلغی هم بردار برای خودت. خب بهترین راه چی هست؟ بهترین راه این هست که دوست عزیز، ما یک کتابی داریم به نام بانک سکه. در کتاب بانک سکه تمام سکه ها از بد و این که سکه در ایران، خدمتون عرض بشه که ضرب شده تا الان، این سکه ها در اون کتاب هست. اولین چیزی که شما وقتی یه سکه ای بهتون ارائه میشه این هست که یک ترازو پیدا بکنید و این سکه رو بذارید روی ترازو، وزن سکه رو مشخص بکنید. وزن سکه رو که مشخص کردید تو کتاب نگاه بکنید ببینید سکه فلان دوره وزنش چقدره. اگر وزنش با این یکی بود، خب اون سکه شما اصله. اگر یکی نبود کار نکنید. و دوستان عزیز، سعی نکنید که شما به نوعی بشید، چجوری بگم خدمتون، یک شخص بشید وردست یک کلاهبردار و جائل شیاد. تمام اون جائلان میان از موقعیت شما سوء استفاده میکنن و سکه هایی که جعل هستن رو به شما میدن که این سکه رو بفروشید. خب شما هم از موقعیت اجتماعی بالا برخوردارید و میایین میگین این سکه اصله. خب ببینید، ما الان این سکه بیت کوین رو داریم با روکش طلا. مورد دیگه، سکه بیت کوین به شکل دیگه. خب اینها اصل نیستن دوستان گرامی، اینها روکش طلا داره. حالا وزنش خدمتتون عرض بشه که وزن این سکه چقدره؟ وزن سکه بیت کوین خب این گویا ترازوی ما دوستان گرامی گویا قاط زده، قاطی کرده. 325. در هر حال ببینید، سکه ها رو، سکه هایی که به دستتون میرسه، تک تک این سکه ها رو نگاه بکنید ببینید اینها اصل یا جعله. اگر جعله، در گرم کاملا مشخص میشه.
نمیتونن، یک جاهل نمیتونه گرمش رو درست در میاره اما صوتش رو نمیتونه درست در بیاره. پس یادتون باشه شما خودتون رو آلت دست یک شیاد کلاهبردار نکنید، حواستون باشه. خب خیلی وقتتون رو نمیگیرم، همه شما رو به خدای ایران زمین میسپارم. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مثل همیشه دعای همیشه، امضای خدا پای تمام رویاها و آرزوهای تک تک شما. مواظب خودتون و خوبی هاتون باشید. حق نگهدار.